سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. من کیوان جاوید هستم و این برنامه رو مستقیم خدمت شما عزیزان عرضه می کنیم. امیدوارم در این برنامه بتونید شرکت کنید. هر جایی که بتونید، هر جوری که بتونید، میتونید از طریق امکاناتی که همینجا هست، از طریق ایمو یا از طریق کانال جدید، یعنی تلگرام کانال جدید، میتونید شما تکست بفرستید، یادداشت بفرستید و همچنین از طریق اسکایپ میتونید زنگ بزنید. شما تلفن داریم و امکانات دیگه که در اینجا شما روی صفحه میبینید. موضوع برنامه ما هست یک روز پرشور علیه اعدام. روز یک شنبه 600 نفر از خانواده های محکومین به اعدام از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف در تهران جلوی مجلس ارتجاع اسلامی، جلوی همین بساطی که میدونیم چه جنایتی اینا دارن سازمان میدن جمع شدن. خانواده ها خواهان لغو مجازات اعدام بودند و اینو ما یک واقعه بسیار مهم میدونیم. اولا جمع شدن این همه خانواده نشون میده که فضا فضای اعتراض، فضای تشکل، فضای اتحاد مردم و فضای مبارزه هست و این یعنی اینکه ما رو یک قدم به خواسته هامون نزدیکتر میکنه. بذارید من در ابتدای برنامه بگم امروز مینا احدی رو داریم در برنامه‌مون. ایشونو میخوام دعوت کنیم و با مینا احدی در مورد این مسئله صحبت بکنیم. میدونید که مینا احدی سالهای بسیار طولانی مسئول نهاد کمیته بین‌المللی علیه اعدام بودند و الان خب یک تیم دیگری این کار دارن انجام میدن، ولی مینا احدی همچنان مسئله اعدام، مبارزه علیه اعدام جز اولویت‌های زندگی سیاسیشون هست. من با ایشون تماس میگیرم، امیدوارم بتونیم تماس اونو با ایشون برقرار کنیم. بله مینا احدی رو داریم الان با ایشون. مینا احدی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خیلی ممنون، سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه. ممنون. مینا احدی، یک واقعه بسیار مهم در تهران اتفاق افتاده و اونم 600 خانواده که عزیزانشون محکوم به اعدام شدن و طرفداران مقابل با اعدام، اونایی که کسایی که با مجازات اعدام مخالف هستن، جمع شدن و یک روز بیادماندنی رو به اصطلاح سازمان دادند. شما نظرتون در رابطه با تجمع این خانواده ها و خاص این خانواده ها در جلوی مجلس اسلامی چیه؟ روز یک شنبه تجمع کردن، بفرمایید. بله، من اولا درود میفرستم به همه خانواده ها و همه عزیزانی که اونجا جمع شده بودن و به نظر من این یه اتفاق بسیار مهم هست در مبارزه علیه اعدام در ایران. ما سال هاست خب فعالیت میکنیم، تظاهرات سازمان میدیم، کمپین انجام میدیم برای اینکه نشون بدیم که جمهوری اسلامی و هیچ حکومت دیگه ای حق نداره حق حیات آدم ها رو از اونا بگیره و جنایت بکنه به اسم دفاع از قانون یا به اسم حفظ امنیت جامعه یا به اسم نمیدونم این که کسی انتقاد کرده به اسلام و غیره و غیره. واقعیت اینه که در ایران بیشترین اعدام ها متاسفانه اتفاق میفته و اتفاقا همین یک روز بعد از اینکه این تظاهرات اونجا برپا شد، سازمان عفو بین‌المللی یک گزارشی داد که در سال 2016 در ایران 567 نفر حداقل اعدام شدن. کودکان زیر مثلا سن 18 سال در ایران اعدام شدن و 87 نوجوان در انتظار اعدام هستند و اتفاقا تو گزارش عفو بین‌الملل گفته بیشتر اعدام شدگان از فقرا و اخشار به اصطلاح فقیر جامعه هستند و به خصوص در ایران متهمین مواد مخدری رو جمهوری اسلامی خیلی اعدام میکنه. بنابراین اعتراض بسیار مهمه و به نظر من تظاهراتی که در مقابل مجلس بود یه نقطه عطف بزرگ در مبارزه علیه اعدام در ایران. من یه بار دیگه درود میفرستم به همه خانواده هایی که رفتن اونجا و میگم تنها راه نجات
عزیزان ما ادامه دادن به این نوع حرکت هاست. هیچ کجا نمیبینم در کل دنیا، حتی جایی که مقابله یا مبارزه علیه اعدام هست، یا نهادهای بین‌المللی، نهادهای داخلی وجود دارن که میخوان مجازات اعدام لغو بشه، اینطور مردم با این روحیه، با این خواست به خیابون‌ها بیان. تحولی که در ایران صورت گرفته رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ تمام به خاطر وسعت و به اصطلاح گستردگی اعدام‌ها در ایران میشه گفت که همه خانواده‌ها در ایران به نوعی با این درد و با این رنج آشنا هستند. چه خانواده‌هایی که فرزندانشون، عزیزانشون به دلیل فعالیت‌های سیاسی اعدام شدن و چه خانواده‌هایی که به دلایل دیگه و به مثلا جرایم دیگه عزیزانشون دستگیر شدن و پای چوبه دار قرار گرفتن. هم این وسعت به نظر من مهمه. در این حال من فکر می‌کنم یه جنبش علیه اعدام در ایران وجود داره و یه گفتمانی که تسلط پیدا کرد بعد از سال‌ها فعالیت و بحث و به اصطلاح آگاهگری توی جامعه ایران که اعدام ناحقه، اعدام قتل عمده، اعدام پاسخ هیچ مشکلی نیست. و چون جمهوری اسلامی به طور واقعی مردم دیدن مثلا یه جا شلوغ میشه، میاره چند نفر رو اعدام میکنه، پرونده سازی میکنه، دستگاه قضایی اصلا یک درجه از انسانیت یا عدالت توش هیچ کس سراغ نمیگیره، همه اینا در طول سالیان سال تجارب تلخ و در این حال بحث ها و مبارزات و اعتراضات باعث شده به نظر من خیلی جنبش گسترده‌ای در ایران هست، جنبش علیه اعدام، که هم وسیع هم عمیق هم آگاهه و به یک معنا مثلا الان نه فقط احزاب سیاسی، سازمان ها، روشنفکران، نمیدونم فعالین مدافع حقوق انسانی مخالف اعدام هستن، بلکه در ابعاد وسیع مردم مخالف اعدام هستن و شعارهایی که دستشون بود تو اون تظاهرات خودش خیلی تیپیک بود. زندگی را اعدام نکنید، ما علیه اعدام هستیم، ممنوعیت اعدام در همه جا. اینا به نظر من خیلی مهمه و من فکر میکنم که ایران کشوری هست که تو این زمینه هم پیشرفت‌های خیلی زیادی توش اتفاق افتاده و یک به اصطلاح آگاهی عمومی وجود داره راجع به جایگاه اعدام، جایگاه مبارزه علیه اعدام و اینو باید به نظر من ارزش گذاشت و در این حال استفاده کرد برای اینکه بیشتر متحد بشیم، بیشتر تظاهرات سازمان بدیم و بیشتر فشار بیاریم بر علیه جمهوری اسلامی که عزیزان ما را اعدام نکنه. چیزی که مشخصه در این تجمع بزرگ 600 نفره که ما هم گوش یک فیلم بسیار کوتاهی هم بعدا نشون خواهیم داد، اینه که بیشتر خانواده هایی که عزیزانشون در معرض خطر اعدام هست بودن، که خب این خودش خیلی تحول بزرگی که از جاهای دیگه اولا با هم متشکل شدن، جمع شدن، با هم دیگه ارتباط دارن، با هم دیگه به هر حال سازمان دهی کردن همین تجمع رو. ولی آیا قدم بعدی برای اینکه این جنبش واقعا حیاتی که به زندگی مردم بستگی داره، چه قدم هایی دیگه باید برداره تا ما بگیم بله جنبش علیه اعدام داره میره یه قدم خیلی اساسی تر از اینی که هست برداره؟ بله، همونطور که شما هم اشاره کردین، تجمع اساساً خانواده تا تازه خبر بعضن این هست که 1000 نفر در اونجا جمع شدن، ولی اساساً از طرف خانواده های محکومین به اعدام بوده، از جاهای مختلف اومدن، از کردستان، سیستان، بلوچستان، یزد و بندرعباس و غیره. مردم با هم دیگه شبکه دارن الان، با هم بستن، این خیلی جای امیدواری زیادی هست و اومدن اونجا تجمع کردن. ولی به نظر من قدم بعدی باید این باشه که فقط خانواده های محکومین به اعدام اونجا جمع نشن، بلکه از طریق همین شبکه ها و سازمان ها و NGO هایی که در ایران وجود داره، مثلا مدافعین حقوق کودکان، مدافعین به اصطلاح رهبران جنبش کارگری، معلمان، که اینا خودشون شبکه های خیلی گسترده‌ای در ایران دارن و خودشون تظاهرات های بزرگی رو در مقابل مجلس سازمان دادن، اگه بتونن همه با هم جمع بشن یه بار فقط در مورد اعدام و علیه اعدام در مقابل مجلس، و این به نظر من خیلی کمک میکنه. همون خانواده ها امیدواری بیشتری به دست میارن و همین که جنبش علیه اعدام وصل میشه به جنبش بسیار با شکوه و پیشرفته کارگری و جنبش دفاع از حقوق معلمان، دانشجویان، به نظر من قدم بعدی شاید اگه این اتفاق بیفته کمک زیادی میکنه، هم برای نجات جان عزیزانمون و همین که جنبش به اصطلاح دفاع از حقوق مدنی در ایران یک قدم به جلو برمیداره و
همینطور جنبش سرنگونی طلبانه میشه گفت که یک قدم بزرگ به جلو برمیداره اگه این اعتراضات متحدانه بشه. شما به جنبش کارگری، به معلمین اینا اشاره کردید، یه بخش پیشرو و همیشه در صحنه‌ای که برای عدالت و برای آزادی خواهی و برای انسان دوستی مبارزه کرده دانشجویان هستند. پیشنهادتون یا به هر حال توصیه‌تون به دانشجویان در این رابطه چیه؟ طبعا خود مثلا دانشجویان و جوانان در ایران نقش زیادی دارن بازی میکنن در مبارزه علیه اعدام، در آگاهگری علیه اعدام، و من فکر میکنم همین شبکه‌های اجتماعی و امکانات به اصطلاح ارتباطی که هست یا مدیای اجتماعی توش هم میشه، تا اونجایی که من سر زدم همیشه یه قلقله است، یعنی بحث هست در مورد اعدام و یک نوع توافق عمومی حتی میشه دید که اعدام ناحقه و باید علیه اعدام بود. بنابراین خود این به اصطلاح خود دانشجوها و این شبکه‌های اجتماعی تو تلگرام و نمیدونم مجموعه امکاناتی که وجود داره میتونه خیلی کمک کنه برای سازماندهی اعتراضات، و من فراخوانم به دانشجوها در ایران این هست که این مبارزات مهمه، مبارزه علیه اعدام مهمه، اعدام واقعا یه ستونی هست که جمهوری اسلامی بهش تکیه میکنه و جنبش های مختلف، جنبش دانشجوی، جنبش زنان، جنبش کارگری رو سعی میکنه بترسونه و به عقب نشینی وادار بکنه. به یک معنا خب مبارزه علیه اعدام هم از زاویه نجات جان عزیزان ما و کسانی که محکوم به اعدام هستن تو زندان ها مهمه، و هم از زاویه اینکه تناسب قوا تو اون جامعه رو عوض میکنه و مبارزات همه مردم، دانشجوها، زنان، کارگران، همه رو یک قدم به جلو میبره. به این معنی فراخوان من این هست که این مبارزات رو باید دید، ازش دفاع کرد، سازمان داد مبارزاتی رو و تماس گرفت با خانواده هایی که شبکه درست کردن و صدها نفر اومدن در مقابل مجلس. این موضوع به نظر من اتفاق سیاسی مهمیه و باید ازش هم به استقبالش رفت و هم اون رو گسترش داد. شما در اطلاعیه که من از کمیته بین‌المللی علیه اعدام خوندم، که شما هم میدونم که از نزدیک کارهای کمیته رو دنبال میکنید، هرچند که مسئولین جدیدی هم الان دارن، ولی یه چیزی پیام و خطاب به سازمان‌های سیاسی که روی اپوزیسیون پیامی در این اطلاعیه هست، جایگاه این یا اهمیت در واقع این خطاب به این سازمان ها رو شما چی میدونید؟ به نظر من خب همیشه یه بخشی از فعالیت ها و مبارزات احزاب اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی مبارزه علیه اعدام بوده. اینا با به اصطلاح کم و بیش مبارزه کردن و اعتراض کردن. الان که مردم در داخل ایران خودشون در یه ابعاد وسیع و گسترده اومدن به خیابون و این مهمه به نظر من، صدها نفر در مقابل مجلس تجمع کردن، الان دیگه به نظر من وظیفه همه سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست که این مبارزه رو ببینن، ازش دفاع کنن و متحدانه باز هم برنامه‌هایی رو بر علیه اعدام سازمان بدن. به طور مشخص مثلا الان سینا دهقان و محمد نوری به اعدام محکوم شده در رابطه با اینکه گفتن مثلا به پیغمبر اسلام توهین کردن، و تعداد خیلی زیادی در صفحه اعدام هستند در ایران. در خارج از کشور فعالیت‌ها و اعتراضاتی هست، ولی این اعتراضات میتونه متحدانه باشه، احزاب مختلف با هم دیگه همکاری کنن. من همواره طرفدار همکاری و همبستگی در اعتراض بر علیه اعدام بودم و توی همین فراخوان کمیته علیه اعدام هم یه بار دیگه ما داریم میگیم به این سازمان‌ها و احزاب، ببینید در ایران صدها نفر رفتن در مقابل مجلس جمع شدن، پس باید گسترده تر از این، وسیع تر از این و اجتماعی تر از این علیه اعدام ها بود و هر کس، هر سازمانی از امکاناتی که داره باید استفاده کنه. دنیا رو یه جوری باید خراب کرد بر سر جمهوری اسلامی. و فراخوان من به همه احزاب و سازمان ها اینه که مثلا در یک ماه آینده اگه بتونن در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی تظاهرات سازمان بدیم، یه بار دیگه بگیم که صدای اعتراض در داخل ایران گسترده هست و ما این رو منعکس میکنیم در سطح رسانه‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، و در این حال فشار میاریم به جمهوری اسلامی برای اینکه احکام اعدام در ایران رو بر علیه همه اونایی که محکوم به اعدام هستن لغو کنه. یه سوال آخر مونده مینا عدی، اونم اینه که جنبش وسیعی در ایران به نام جنبش بخشش وجود داره. شما انتظارتون یا پیشنهادتون، خطابتون به این خانواده‌هایی که عزیزانشون کشته شدن تو درگیری‌ها و اینا و قرار قاتل در
به اصطلاح برای همین قصاص بشه، پیامتون به این خانواده ها چیه؟ اولا به نظر من جنبشی که در ایران راه افتاد به عنوان جنبش بخشش جان خیلی ها را نجات داد، نه فقط این بلکه یه پیام داد به جمهوری اسلامی که در چشم در مقابل چشم، قتل در مقابل قتل راه حل نیست و اساسا حکومت استفاده میکنه برای که مشروعیت بده به قتل ها. و من در این حال اینجا دوست دارم اضافه کنم خوشحالم از بیانیه عفو بین الملل که این دفعه دیروز گفته که بیشترین جلادان و بزرگترین جلادان در منطقه خاورمیانه به ترتیب عبارتند از حکومت ایران، عربستان سعودی، عراق، پاکستان، چین رو مثلا جدا گذاشته. یعنی میخوام بگم اسمش رو باید مطرح کرد. خیلی وقتا با تلطیف میکنن و میگن مثلا حکومت هایی که اعدام، این جنایت، اونا جلادن و این دفعه عفو بین الملل اسم جلاد رو به کار میبره. این خیلی مهمه. در این حال میخوام بگم جنبش بخشش یه پیام داد به حکومت جنایتکار اسلامی که قتل در مقابل قتل یا کشتن در مقابل کشتن راه حل هیچ چیز نیست و اینا نشون دادن علیه اعدامن. و این خانواده که داغ داره وقتی میره پای چوبه دار و میبخشه در حقیقت دو برابر داره تف میکنه رو صورت جمهوری اسلامی به خاطر اعدام ها و برپا کردن به اصطلاح چوبه های دار در ایران. به این معنا این بسیار مهم بود. من این جنبش رو واقعا یکی از دستاوردهای جنبش علیه اعدام در ایران میدونم و میدونم که خیلی ها تو اطراف خودشون توی شهر خودشون الان یه فضایی هست که همه به طرف این سوق داده میشن ببخشن و طناب دار رو به گردن هیچ کس نندازن. بنابراین فراخوانم به همه خانواده ها اینه که این روند رو باید ادامه بدیم. 100% باید در مقابل اعدام بایستیم. هیچ کس رو نباید به خاطر قتل یا جرم یا اتهام به قتل یا جرمی که مرتکب شده ما بریم پای چوبه دار و طناب دار رو به گردنش بندازیم. این اتفاق نباید بیفته و باید به اصطلاح مقابلش. خیلی ممنون مینا عدی که در برنامه پخش مستقیم ما امروز شرکت کردید. خیلی ممنون. بله، گفتگو داشتیم با مینا احدی و نقطه نظرات مینا احدی رو در این برنامه شنیدیم. خب شما میتونید تماس بگیرید عزیزان اگه امکانش باشه، هم از طریق ایمو هم از طریق اسکای. بله الو بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بفرمایید، شما رو خطید، مستقیم صداتون از طریق تلویزیون شنیده میشه. موضوع برنامه هم همونطوری که میدونید یک روز پرشور علیه اعدام. روز یک شنبه 600 نفر از خانواده های محکومین به اعدام در تهران جمع شدن علیه مجازات اعدام. نظر شما رو اگه دوست دارید در این رابطه بفرمایید. بله از خدمتون، این واقعا یک حرکت خیلی خوبی هستش که ما این قانون رو وضع کنیم که اصلا به طور کلی اعدام وجود نداره. یعنی پیشفرض اعدام رو، چون که در جمهوری اسلامی ایران بس که اعدام های به اصطلاح به ناحق انجام میشه. فرض کنید اگر یک نفر ببینید یک جنایت زیادی بکنه، شدیدی بکنه، مثلا معذرت وارد بشه به جایی، تجاوز به عنف داشته باشه یا قتل داشته باشه، اینا رو هم باز مثلا حقوق بشر میاد میگه آقا اینا رو هم اعدام نکن یا اصلا معترض میشه. این خصلت حکومت خودکامه مثل ایران هستش که واقعا اگر حرف راست هم بزنه حرف راستش هم قابل قبول نیست. بنابراین پیشفرض همه دستگاه قضایی جهان باید حذف اعدام باشه. اما نظر منو اگر بخواییم، نظر من که شخص هستم، در جایی که واقعا تجاوز باشید جنایت خیلی شدیده، یعنی واقعا به ناحق و ناروا یه نفر میره چندی نفر رو میکشه یا یه نفر یه بچه رو، دختر بچه رو به شکل بدی میکشه، اینجا واقعا نمیتونم من بگم اعدام رو برداریم. شما دلتون میخوان خنک بشه، درسته؟ شما میخوان دلتون خنک بشه، یعنی شما میخوان اون طرف ازش انتقام بگیرید. من ببخشید، اگر که فرض کنید شما در ایران، در کالچر ایران
اگر در نظر بگیرید، نه در کارسری یک جامعه تقریبا مثلا دارای دانش بالاتر، در کارسر ایران اگر ببینن یه نفر فرض کنید جنایت فجیع انجام داد، رفت زندان و بعد خریدن یا افقر بعد اومد بیرون بعد از 10 سال یا هر چی که شما بگید، این براش میگه آقا بهت معلوم میرم آپونک فوقش میخورم، ولی خب ممکنه انگیزه این جنایت تو وجودش باشه. اما اگر فرض کنید یه نفر تو دعوا مثلا در یه درگیری پایا پای یکی ممکنه مثلا ببخش مشتی چاقوی چیزی بزن مثلا یکی دیگه کشته بشه، اینجا نباید واقعا اینو اعدام کنن، این همون شرایطی که شما میگید. یا در مثلا قاچاق مواد مخدر، در بحث‌های سیاسی، در جرائم دیگه غیر از جنایت. اجازه بدید من یه سال ببینید، شما میگید یک کسی تو جنایت میبینه که بعد از 7 سال بیرون میاد و بعد از 7 سال 10 سال بالاخره میدونه اعدام نمیشه و این تداوم پیدا میکنه، شما هنوز شرایط جامعه رو که توش تجاوز صورت میگیره، شرایط یه جوونی که همیشه توی شرایط بدی زندگی کرده، رابطه آزاد جنسی نداشته، دختر پسر با هم راحت نبودن، شما اون شرایط نادیده میگیرین، آیا اینطور نیست؟ آیا شما اگه شرایط اینو در نظر بگیرید؟ من بعقیده من ابتدا باید زیرساخت‌های فرهنگی و نارسایی‌های اجتماع به درستی دیده بشن، حتی اون فرض کنید خفاش شب هم که مثلا چند نفر رو میبرده و به ناحق میکشته، اونم باید بیای واقعا کار به صورتی بکنن، ریشه یابی بشه و بفهمن علتش چیه، یعنی ارباب دارای تفکر دارای قدرت باید بفهمن که چرا این جنایت رو این انجام داد، نقاط ضعفش چی بوده، نقاط ضعف دستگاه دولت چی بود، دستگاه حکومتی چی بودی که باعث این مثلا جنایت شده، مثل جنایت خفاش شب مثلا دیگه، این کار رو مثلا آقای گلزاری انجام میداد. حالا این زیر ساخت ها باید عملا و واقعا با تمام قوای یک کشور انجام بشه، نه اینکه ندید گرفته بشه. اما وقتی که مثلا میگم شما جامعه ایران الان من نمیدونم، شما الان اروپا رو مثال بزنید، الان اروپا همه امکانات، به هر حال مردم در شرایطی بهتری دارن زندگی میکنن، رفاهیاتشون بهتره، بالاخره از نظر سرکوب جنسی نمیشن جوونا، دختر و پسر از سن 15 سالگی میبینید دوست پسر داره دوست دختر داره، رابطه میتونه داشته باشه، آموزش میتونه ببینه. شما فکر میکنید الان اروپا باید اعدام رو برگردونه به خاطر این، برای اینکه توی اروپا هیچ کس رو اعدام نمیکنن، هیچ کس رو، حتی جنایتکارترین آدم و خوفناکترین آدم رو زندانی نگه میدارن و اگه تشخیص بدن که این آدم هر موقعی که تشخیص بدن این برای جامعه خطرناک نگرش میدارن. و شما فکر میکنید الان جامعه اروپا که اعدام رو کل اروپا ور انداخته و به موزه تاریخ اینو به اصطلاح سپرده باید برگرده و با نظر شما اون تعداد آدمایی که از نظر شما جنایتکارن یا مثلا متجاوزن، مثلا بچه تجاوز کردن و دوباره اعدام برگرده به اروپا؟ بقیده من اگر شدت و حدت این مثلا تکرار جرم زیاد باشه باید یه دوباره نگری تو قانون بشه، اگر شدت و حدت، اگر نه این رویه که شما میفرمایید باعث این شده که اروپا به سمتی پیش بره که دیگه جنایت رو به کاهش یعنی بره، خب قطعا همین وضعیت فعلی درسته. خب ولی اگر شما میبینید تکرار میشه، خب شما که موقعیت اروپا رو حتما میدونید، شما میدونید در اروپا جنایت اون مثل خفاش و شب و اینا شما خیلی به ندرت در خبرها میبینید، معلومه در همه جوامع و در هر دوره‌ای شاید کسی از روی مرض روانی مشکل بسیار حاد که داره
دست به چنین کاری بزنیم، چون آدم واقعا آدم سالم این کار رو نمی کنه و اونا هم مورد شدیدترین به اصطلاح دوره های پزشکی، کمک های پزشکی می بینن، روانشناس، همه جور آدم. یعنی میخوام بگم که در موقعیت اروپا رو که شما نگاه می کنین اصلا اینطوری نیست. اما بذار من یه سوال از شما اینجا دیگه بپرسم خارج از این بحث، چون وقتمون محدوده. 600 نفر از خانواده هایی که اومدن در تهران تظاهرات کردن، شما اگه نزدیک شما باشین یا شما دوروبر اون خانواده ها باشید، میرید در این تظاهرات یا تظاهرات های بعدی شرکت کنید و خواهان لغو اعدام بشید؟ من شرکت میکنم، چون واقعا میگم، مثلا میگم 100 تا اعدام که در ایران میشه، 3 تاش فاجعه رو به اصطلاح خیلی جنایت وخیم هستش، 97 تا موردش مورد سیاسیه، مورد به اصطلاح آزادی، یعنی خلاف آزادی بیانه. جرمش مثلا فرض کنید جرم مثلا میگم غیر برحال از نظر شما برحال مجازاتش اعدام نخواهد بود، یعنی غیر از شما میگین 97 درصد اینا جرم نیست که کسی رو بخوام به خاطر اون اعدام بکنن. بله 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 دقیقاً میگم این، یعنی میگم این قاعده قریب به یقینه. اون مقداری هم که واقعا از نظر مثلا چون من دیدم واقعا این جنایات رو متوجه، چون من در منطقه به اصطلاح جنوب متولد شدم، فاجعه مثلا فرض کنید ببخشید یه مورد سری میگم در 30 ثانیه، بله وقت خیلی کمه. بله من به اصطلاح زنش رو متاسفانه میگیره میزنه، بعد زنه بیهوش میشه، این به فکر اینکه فکر میکنه این مرده، میبردش یه جایی آتیشش میزنه. بعد وقتی بنده خدا بیهوش بوده، آتیش همه چی، همه هر انسان بیدار میکنه، وقتی دیده این بیدار میشه، جلو چش بچه‌شو اینو صورتشو اینقدر با تبر میزنه که اصلا صورتش چیز میشه. این بچه تا عمر داشت، من اون بچه چون آشنا بود میشناختم میرفتم، این بچه دیگه بچه نشد. یعنی واقعا اثر این جنایت تا آخر بود. من نمیدونم با چون این شخصی چجور باید رفتار کنه. بله، شما میگین چیکار کنم؟ بله من در این مورد بازم صحبت میکنم. ممنون که در برنامه شرکت کردید و با هم بحث کردید. رفت زحمت میکنم، بفرمایید. باز میخوام ایران اگر مثلا میگم آزادی اصله بود، تبهکاران سواد کافی داشتن یا اصله به دست بودن، یعنی واقعا جنایت های زیادی انجام میشد. خدا رو شکر که به اصطلاح تبهکاران ایرانی، من همیشه گفتم سطح سواد و سطح قدرت و سطح اصلیشون خیلی پایینه که واقعا دست به جنایت های بزرگ. ممنون. خیلی ممنون از مرسی. بله جنایتکارا و تبهکارهای اصلی عزیزان توی حکومت هستند، از اینا تبهکارتر وجود نداره، از اینا بدتر وجود نداره. شما تو هر بخش از زندگی نگاه کنید ببینید کیا جنایت میکنن، ببینید کیا کشتار میکنن، ببینید کیا مال مردم رو میخورن، ببینید کیا تجاوز میکنن، ببینید دست حکومت توش میبینید. شما یک جامعه رو باید با حکومتش قضاوت کنید. نمیشه یه حکومت جانی، غارتگر، ضد شادی، ضد خوشی، ضد رقص، ضد همه نیازهای انسانی حاکم باشه، بعد شما جامعه رو به زور بخواین درست و سر مثلا سالم نگه دارید. خب ممکن نیست، ممکن نیست. شما اگه در یه محیط آلوده به سرماخوردگی باشید، خب بهتون میگن که اگه یه فردی سرماخورده میگه با فلان به کسی که میرسی باش دست نده، برای اینکه شما دستتون آلوده هست به میکروب، به ویروس مواد به هر حال سرماخوردگی. خب تو جامعه ای که سرتاپاش یک حکومت فاسد داره میکنه، جامعه سرتاپاش مجبور به جنگ تا یه لقمه نون به دست بیاره، خب بخش وسیعی از این سرکوب شدگان، از این کسایی که نون شب ندارن بخورن، از اینایی که بیکارند، از اینا، خب اینا در معرض خطر بالقوه هستند. اینا کسایی هستند که خیلی راحت میتونه، عفو بین الملل گزارشش همینه، میگه بیشترین اعدامی ها از میان فقرا هستن.
شما زندگی بچه فقیر رو نگاه کنید، از بچه میلیونر، بچه میلیاردر که نبوده که اومده فقیر شده. همه نگاه میکنیم یا کارگرایی بودن که کارشون رو از دست دادن، جامعه رو به فقر، به نابودی میکشونن. بعد بخشی از اینا رو برای اینکه کارگر اعتراض نکنه، برای اینکه کارگر دست به تجمع نزنه، برای اینکه معلم دست به اعتراض نزنه، برای اینکه مردم شادی نخوان، برای اینکه سینا دهقان‌ها و محمد نوری ها از اسلام و از مذهب انتقاد نکنن، چهار نفر میارن وسط میدون شهر به دار میزنن، میگن سرنوشتت این خواهد بود، بذار ما بچاپیم، بذار ما بدزدیم. به هر حال اجازه بدید این کلیپ کوتاه رو که از خانواده ها تجمع کردن رو ببینیم و بعد امیدوارم کلیپی که انتخاب کردم بله همینه. الو بله بینندگان عزیز، دیدیم کلیپ خیلی کوتاهی که روز یک شنبه خانواده های محکومین به اعدام در تهران جمع شدند و علیه اعدام تظاهرات کردند و خواهانی شدند. شعارشون اینا بودند: لغو حکم اعدام خواسته هر انسانی است که مفهوم زندگی را درک کرده است. زندگی را اعدام نکنید. ممنوعیت اعدام در ایران. هموطن، اعدام عدالت نیست، اعدام انتقام است. و این گوشه ای از خواسته ها و بیانیه انسانی خانواده هایی بود که در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. خانواده هایی که از کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، بندرعباس، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان اومده بودن به تهران، راهی تهران شدند و میگن که شرکت زنان در این تظاهرات، در این اعتراض بسیار چشمگیر بوده و این حتما خب بخش وسیعی از همین زنان فرزندانشون داره اعدام میشه. بچه پسری رو، فردی رو، شوهری رو یا هر انسانی رو اعدام میکنن، بعد خانوادهش رو تا آخر عمر عزادار میکنن. اینجوری نیست که شما یک فرد رو کشتید و خانوادهش در واقع تموم شد، شما همراه با اون یک خانواده رو، یک جمع رو مجازات کردید. و مسئله اعدام در ایران و هرچند که در همه جا متفاوته، ولی در ایران بسیار بسیار برای حکومت اسلامی حاد و حکم مرگ و زندگی شداره، برای اینکه با اعدام میخواد خودشو سرپا نگه داره، به مردم بگه ببینید من چقدر وحشی هستم، وحشیگری منو ببینید، این ددمنشی منو ببینید. و با این وجود وقتی میبینید من این کارو میکنم، از خواسته هاتون کوتاه بیان، در غیر این صورت من رحم ندارم. نگاه کنید، یکی در دولت چیز روحانی به نام پور محمدی، مصطفی پور محمدی، جزء اون دادگاهی بوده که دادگاه حکم مرگ دادن، معروفه که اونایی که سال 67 حکم مرگ زندانیان سیاسی رو امضا کردن، کسایی که گفتن که دوباره با اینا مصاحبه بکنید یا صحبت بکنید، اگه کسایی به موازه سازمانیشون معتقد بودن بکشینش. یکیش از این و رئیسی، این دوتا نگاه کنید، یکی تو دولت روحانیه، یکی نوری چشم خامنه‌ایه. رئیسی رو میدونید که کاندیدای ریاست جمهوری شده در جمهوری اسلامی، الان میخوان این بیاد به هر حال از طرف جنای خامنه‌ای با همون
چرندیاتی که میگن ما اومدیم شب روز نمیشناسیم برای اینکه بتونیم به درد مردم برسیم، از اون طرف هم که چهره های شناخته شده شو داریم میگیم ما لابد همه روحانی گرفته تا بقیه همشون در تداوی این حکومت فقر و نابرابری و قتل و جنایت دست داشتن، مستقیم دست داشتن، ولی کسایی که جز اون هیئت مرگ بودن، یکی تو این جناح یکی تو اون جناح، اومدن برای همدیگه این میگه ما باید به درد مردم برسیم، اون یکی میگه ما باید به درد مردم برسیم، ولی از هر دو جناح میلیارد میلیارد دلار دارن میدزدند و خودشون و هفت نسلشون دارن از این ماجرا استفاده میکنن. اجازه بدید ما چند تا پیام داریم. خب پیام ها مربوط به مسائل مختلفیه که دوستامون فرستادن، من این پیام ها رو اینجا براتون، پیام های کوتاهی هستن، اینا رو اینجا پخش میکنیم و بعد برنامه‌مون رو ادامه میدیم. اگه سلام، خسته نباشید. این کانال میشه تو تلگرام هم بسته؟ یعنی اسمس بدین؟ میخواستم ببینم در کجای دنیا کسانی رو، روزنامه نگاران این فعالین اجتماعی رو به جرم انتشار خبر یا اظهار عقیده در مورد دین یا ملیت به حبس، جریمه نقدی، شلاق و حتی اعدام محکوم میکنن. آیا این اوج وقاحت و ددمنشی حکومت اسلامی در ایران نیست؟ خواهش مندم صدای من رو بحث کنید، ملت خودش قضاوت کنه. سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتان، از استان سیستان و بلوچستان، از بندر کنر تماس گیرم. من خواهش مندم که مسئله قومیت ستامای ملی که شده بیشتر صحبت کنیم و شکاف های نظام سرمایه‌داری و سوسیالیست را متشکرم. قربان شما. الو، سلام، با عرض سلام و خسته نباشید، درود بخیرم. خواستم بگم من ایرانی هم، صدای منو هر کی که میتونه بشنوه خواهشم برسانه. بینم دارم ملت های دیگه، من 44 سالمه، یه روز زندگی خوش ندیدم. اونجور که دلم میخواد میخوام زندگی کنم، نتونستم زندگی کنم، نگذاشتم زندگی کنم. میخوام این جنگ ها، این خوزیزی ها، این داعشی ها، این وحشیگری ها تموم بشه. اصلا به نام مرز نداشته باشیم، ملت بیان برن راحت باشن، آزاد بیان برن. مثل این که از این شهر از تهران میریم شیراز، شیراز میریم مشهد، کشورها اینجوری آزاد باشه، ملت ها یکی باشن. چرا این همه شیمیایی زدن؟ ملت ها صداشون در نیمد. چرا بیرون نیمدن از این مظلومت دفاع کنن؟ ایران، همه دنیا، به خدا هممون میریم، کیه که زنده میمونه؟ اگه چند سال میخوایم اون بکنم، خواهش میکنم این صدای من رو، نه اسمم رو میگم، نه میخوام معروف بشم، این صدای من رو به همه برسیم، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. این کانال میشه تو تلگرام هم بست؟ بله دوستان عزیز، برنامه ای که چند تا پیام بود و من از میان این پیام ها، پیام اول رو که دوستمون گفتن که میشه در تلگرام ما پیغام بذاریم، حتما میشه عزیز من پیغام. شما اگه تلگرام دارید باید همینجا این شماره ای که اینجا ما میبینید نوشته ات کانال جدید، با همین مشخصاتی که اینجا میبینید برای کانال جدید پیغام بذارید برای تلگرامشون و ما پیغام شما رو اینجا
خواهیم خوند، میتونیم بخونیم. شما اگر نمیخواین و نمیتونید تماس مستقیم تلفنی داشته باشید، از این راه میتونید. خب پیام صحبت‌های دیگر دوستانمون هم با هم دیگه شنیدیم. دوستایی تو این فاصله زنگ زدند و ما مصاحبه داشتیم یا دوست دیگرمون اومدن صحبت کردن تو این فاصله، من مجبور شدم صدای اون دوستامونو، یعنی زنگ اون دوستامونو قطع کنم. اگه همچنان مایل به زنگ زدن در برنامه هستید، الان فرصت هست، میتونید در برنامه زنگ بزنید و صحبت کنید. خب مثل دوستمون که نظر خودشونو در رابطه با اعدام در ایران مطرح کردن و کلن مسئله اعدام رو بحث کردن و یه تبصره گذاشتن و اینکه چه نوع آدمهایی رو و با در چه پروسه‌ای بالاخره لازم اون نوع آدمهایی بخصوص اعدام بشه، ولی من جهت اطلاع این دوستم و کلن کسایی که به این خط و به این روش باور دارن میخوام بگم وقتی دریچه ای رو باز بذارید، وقتی اما اگری رو بذارید، از همون نقطه ضعف دولت ها و حکومت ها میتونن استفاده بکنن و با همون چیزهایی که شما به اصطلاح تبصره قائل شدید وارد بشن و جامعه رو سرکوب کنن و جامعه رو توش کشتار بکنن. واسه همینه در رابطه ببینید با در رابطه با آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده و تشکل و تشکیل احزاب که حزب کمونیست کارگری بهش سخت معتقده، ما میگیم اما و اگر نداریم. آزادی بیان دارید اما به شرط اینکه علیه مقدسات نباشه. آزادی بیان دارید اما به شرط اینکه علیه مذهب نباشه. آزادی بیان و انتقاد دارید اما به شرط اینکه علیه تمامیت ارضی نباشه. آزادی بیان دارید اما به شرط اینکه رهبرای حزب سیاسی و یا دولت و یا نخست وزیر و یا رئیس جمهور و یا هر کسی رو مورد تمسخر قرار ندید. خب این آزادی بیان دارید، ولی وقتی حرف بزنید با یه جای حکومتی مشکل ایجاد میکنید و بنابراین وقتی در مورد آزادی بیان ما میگیم که اما و اگر نداریم به شرط چاقو نمیشه، در رابطه با زندگی انسان ها هم اما و اگر نداریم. شاید حتما کسی که به کودکی تجاوز میکنه آدم مخوفیه، آدم واقعا ضد انسانیه. آدم اصلا نمیتونه لحظه ای تو چشمش نگاه کنه به عنوان یک بشر. ولی خب میخوان چه بشه؟ خیلی از خون در مقابل خون یا چشم در مقابل چشم برای اینه خانوادهش دلش خنک میشه. خب دیه رو ببینید از کجا آمده. میگه که شما بچه‌تون رو کشتن؟ بله کشتن. شما برای اینکه دلتون یه ذره خنک بشه ما بهتون پول میدیم در مقابل اون مرگ شما. خب اگه یک خانواده نیاز به اون پول داشته باشه میگه خب اینم یه راهیه دیگه. در واقع اینجوری یه معامله‌ای کرده روی به اصطلاح مرگ اون عزیزی که از دست داده. بنابراین نگاه کن با پول معیار برقراری عدالت یا انسانیت یا هر چی اون میگم در بهترین شرایط اینه که شما پول میگیرید میبخشید ول میکنید. مثل اینکه ماشینتون تصادف کرده، شما خیلی عصبانی هستی، طرف حتی اشتباه از اون بوده، خطا کرده، چراغ قرمز رو رد کرده، اومده محکم کوبیده به ماشین شما و شما خیلی عصبانی و ناراحت. طرف میاد بیرون میگه عزیز من ناراحت نباشید، ماشینتون قیمتش چقدر بود؟ میگین اینقدر. میگه این پول نقد، برید ماشین نو بخرید. شما میگین آخ خیالم راحت شد. ماجرا دیگه این که چرا قرمز رد شدی، این چه خطایی بود، این کار نکن، این کار درست نیست، این کار، ولی تموم میشه. ایشون پول داشت و یک خطا با پول جبران شد، نه دعوایی شد نه هیچی. ولی در آلمان به طور مثال قانون رانندگی هست، اگه شما، من تجربه کردم واقعا، اگه شما از چراغ قرمز رد بشید به عنوان عابر پیاده، اگه از چراغ قرمز رد بشید و گواهی نامه داشته باشید، یعنی تو ماشین هم نیست، اینا پلیس نگاه میکنه ببینه شما گواهی نامه دارید و میدونید این کار جرمه، گواهی نامتون رو میگیره و روی اون گواهی نامتون جریمه ای که لازمه رو وارد میکنه. الو بفرمایید.
شما صداتون نمیاد عزیز من، من نمیشنوم. بله قطع شدن این دوستمون. بله وقتی میگم حتی پیاده هستید گواهی نامه دارید، روی اون به جریمتون روی اون معلوم میشه، مثلا 3 تا پوان منفی میگیرید رو اون. اگه گواهی نامه نداشته باشید و دست به چنین خطایی بزنید، وقتی گواهی نامه گرفتید چون اسمتون در سیستم هست، اولین چیزی که هست بهتون اون پوان منفی رو میدن که شما به عنوان یک شهروند میدونستید این کار خطا هست، شما آموزش لازم دیده بودید. شما رو خطی دارید میخوان صحبت کنید بفرمایید. صداتون رو نمیشنوم عزیزم، قطعتون نمی کنم، ببینم اگه تونستید صحبت کنید من صحبت کنید. بله متاسفانه صداتون نمیاد و امیدوارم بتونید درست کنید. بذارید من بله خب نمیتونم تماس بگیرم با این دوستمون. خب این جامعه اینطوری بهتره، از بچگی هم آموزش میبینید. دوی صبح وقتی تو الو دوست عزیز شما صحبت کردید، اگه میتونید فقط یک دقیقه فرصت دارید که صحبت کنید چون وقت خیلی کمه. بفرمایید. بفرمایید چون اگه اشتباه نکنم شما قبلتر صحبت کردیم با هم. بله 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 خواهش میکنم یک دقیقه. بله بله من به طور کوتاه صحبت میکنم. در ایران ببینید دیگراندیشان دینی رو اعدام میکنن. در ایران به طور قاچاقچیانی که به مواد مخدری که نتونستن پول بدن، همین حرفی صحبت که ما میفرمایید، اعدام میکنن. یعنی اعدام ناهنجار تا دلتون بخواد در ایران انجام میشه، اعدام های نابحق تا دلتون بخواد در ایران انجام میشه. بنابراین چنین خیزشی، چنین حرکتی که بیاد اصلا بگی آقا کل اعدام رو عزل کنید، بدیهی و خیلی موجه هستش. میگم به قدری این ایران به اصطلاح متحجر، به قدری در مقابله با زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی بد رفتار کرده، اصلا یه مورد مناسب هم اگه شما باشین هیچ کس از این جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره. و بنابراین بهتره عطای اون مثلا 3% رو به لقاش بخشید، اصلا گفت جمهوری اسلامی ایران دنیا اصلا اعدام هست. خیلی ممنون، نکته بسیار خوبیه. خب خیلی بیشتر به هم دیگه نزدیک شدیم از نظر، و امیدوارم شما هم در اطرافتون در محیطتون مبلغ همین نظر باشید و علیه اعدام فعالیت کنید، چون وقت خیلی کمه. ببخشید که مجبورم قطعتون کنم. بله بذارید الان یه آهنگ شاد با هم دیگه ببینیم. مسئله اعدام درست غم‌انگیزه، مسئله ولی یک مبارزه است و جمهوری اسلامی رو نمیشه و نباید، و مردم ایران هم نشون دادن نباید با غم و ماتم به جنگش رفت، باید با شادی به جنگ جمهوری اسلامی رفت. یک قطعه موزیک مازندرانی هست براتون میذارم. من در مورد همینم میخواستم یک یادداشتی بنویسم اما گذاشتم کنار. من خودم در تبعید به زندان آمل در سال 64 بود که با لهجه مازندرانی اونجا آشنا شدم در زندان آمل، و با شنیدن این قطعه از موزیک به اصطلاح خانوادگی به این نتیجه خواستم که اینو براتون پخش کنم. یه زنگ دارم اینو. الو بفرمایید. بله ایشون دوستمون مدام تماس میگیرن ولی نمیتونن تماس زنگ بزنن. مگه دستمال و جور آبون سوغات تر نفرین کن به لبوی دومار. آی بمیرم 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 داغ تر نبینم 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 آبی چشمون مره بی خوه کاردی مره سرگرد
خیابون شر وابسته یکی جا. بله خیلی کوتاه بود و به هر حال با این وجود دلپذیر بود و خواستم یه میان پرده در واقع باشه. الو بفرمایید، شما رو خطید، صحبت کنید. خیلی ممنون. فکر میکنم کریم عزیز باشید از خوزستان. بله کریم عزیز، من هفته پیش خیلی منتظر بودم که بعد از برنامه شما زنگ بزنید به همین شماره تلفن. زنگ زدم ولی شما میدادیم مشغولی. بله شما متوجه بودم، شما هنوز برنامه یک داشتم یه برنامه پخش میکردم از تو برنامه مستقیم، یعنی شما تقریبا 10-12 دقیقه دیگه بعد از این اگه ممکنه دوباره تماس بگیرید. بفرمایید الان در مورد برنامه نظر بدید. بفرمایید. خواهش بکنم با دل شما و بینندگان عزیز، من خواستم در مورد اعلام کنم یک اعدام به خود قول خود یه انتقام بده. حالا دولت هم از این سوء استفاده میکنه که برساس مردم رو بپرسونه، یه اطلاعی در برابر مردم که بگن ببینید ما زور داریم، پابنگ داریم، اسلحه داریم، پناهدار داریم، زندان داریم. ببینید تو مملکت هایی که اعدام رایجه قتل و جنایت بیشتره، یعنی بخوان مقابله کنن بیشتر میشه. یک بعدش اینا به خانواده دید مثلا خانواده اعدامی یه نفر نیست که آقای جابت اعدام میشه، یک خانواده رو اعدام میکنن، یک خانواده یک سرپرست خانواده حالا کار داشته باشه به کار نداشته باشه جمهوری اسلامی بخواه نشده اونا از زندگی سر میکنن و خانواده شو و نوناوره شو ازشون میگیرن. دو خودم تحمد خدا هم بودنم اگر اجازه بدید بفرمید. خیلی خیلی از اعدام ها بر عقیدتیه. خب در مورد که موجودی همون یه روزا ما خدا ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه تو فقط سر میکنه، یعنی یه تخیلی با خاطر یه تخیلی سر میکنه. اگه من به خود رو دید نداره خودمیستم میشه سر شروع بود اعتمش کنید. خب بگیرید تو اگه کسی حالی که مکنه دیست حالی کسی در ماده دید دونگستان رو داستان ها بسه بینی کن دید رستید بود زمان گذشته اعتمش در دماغی یه چیزار بود خرافاتی خودم در ماده این هم بودم و کلیت اعدام نه. امیدوارم روز برسه که مردم خیال و خطر برای محل کردن کلیت جمهوری اسلامی، اعدام یکی شده، زندان یکی شده، مواد مخدر یکی شده، جنگ و اسلحه سپاه و کشورهای دیگه، از کلیت جمهوری اسلامی باید نباشه. خیلی ممنون. یه ذره صداتون خیلی واضح نیست. میخوام بگم که یه سوالم اینه، شما در خوزستان با این ماجرای مسئله اعدام ها و مقابله با یه جنبش علیه اعدام رو در خوزستان، شما که از اون منطقه زنگ میزنید، قابل مشاهده هست یا اگه قابل مشاهده نیست چه قدم هایی رو میشه برداشت؟ چون میدونید روز یک شنبه میگن بالای 600 نفر به بعضا میگن 1000 نفر از خانواده ها از جاهای مختلف اومده بودن، از استانهای مختلف در تهران تجمع داشتن. شما در این مورد چه؟ خوزستان از خیلی خوزستان قرار شده اعدام رو حل کنن، یعنی نه.
اینجا بسته تو باشه حالا با پول که رسم دیگه یا بدون پول جرم جنایت هم همه کشورا هست نمیشه جلوشو گرفت انسان ها متفاوت هست ولی تو جمهوری اسلامی چون همه چی پولتی شده بیشتره همه چی با قرم دخارت شده بیشتره. بله خیلی ممنون کریم عزیز که تماس گرفتید. همونطوری که گفتم تقریبا یه 7-8 دقیقه دیگه اگه لطف بکنید میتونید به همین شماره تلفن زنگ بزنید. خیلی ممنون. مرسی. ممنون. مرسی. بله مرگ بر کلیت جمهوری اسلامی و زنده باد زندگی. همونطوری که خانواده ها دارن مطرح میکنن و خانواده های زندانیان اعدامی ها مطرح کردن، مرگ بر کلیت جمهوری اسلامی و این مهمترین خواست مردم ایرانه که جمهوری اسلامی بره، جمهوری اسلامی از بین بره، سرنگون بشه. میلیاردرها، میلیاردرهایی که با زندگی ما بازی میکنن، با زندگی جوانا، با زندگی مردم، با زندگی همه بازی میکنن که میلیاردر بشن، پولدارتر بشن. دیدیم رقم های بسیار کوچیکی میگن 258 میلیارد تومان همینجوری در قوه قضاییه همین چند روز پیش در دعواهای انتخاباتیشون دوباره رو شده که صادق لاریجانی بخشیده به همین قضاتش و به اصطلاح مثل پاداش و اینا. این جامعه آدم ها رو، جامعه رو به فقر، به فساد، به نابودی میکشونن و از طرف دیگه میکشن. ایران هنوز، جمهوری اسلامی هنوز بزرگترین کشور اعدام کننده است. یه چیزی رو بذارید من اینجا بگم. میگن امسال مسئله اعدام از سالهای قبل کمتر بوده و بله میگن امسال خیلی کمتر بوده، یعنی خیلی که نصف تقریبا بوده. یکی از دلایلش اینه که انقدر تنفر از اعدام در جامعه زیاده و جنبش علیه اعدام و از جمله همین اعتراضی که شما چند وقت پیش همین یک شنبه شاهدت هستید و فشاری که رو افکار عمومی دنیا اومده و فشاری که رو دولت ها اومده، یه بحث اتحادیه اروپا فشارش به جمهوری اسلامی اینه که اعدام مواد مخدره رو باید قطع کنید. و میدونید جمهوری اسلامی هنوز از اروپا، از اتحادیه اروپا سر مسئله مقابله یا مبارزه با مواد مخدر داره پول میگیره و این در واقع گفتن اگه این همه اعدام همینجوری اعدام اضافه بشه ما این بودجه‌ای که به اصطلاح شما میخواییم برای مقابله با مواد مخدر مصرف بکنید و مجبوریم قطع کنیم. و چرا دولت‌های اروپایی، اتحادیه اروپا همین حرف هم داره میزنه؟ برای اینکه خارج از ایران مردم و معترضین و مخالفین مسئله اعدام رو بیشتر از همه کشورها سر مسئله ایران فعالن و از جمله میدونید مینا عدی رو میشناسید و شخصیت‌های بسیار زیادی و افراد بسیار زیادی که دولت‌ها رو راحت نمیذارن که بذار هر کاری حکومت اسلامی بکنه و ما هم در خارج کشور ساکت میشینیم نگاه میکنیم. یکیش اون و یکیش فضایی که در ایران علیه اعدام وجود داره و این فرهنگ پیشرویی که در ایران داره بهتر و بهتر میشه و جلوتر میره. و کسی که ببینید یک حزب سیاسی که در ایران، مهم نیست کی باشه، بگه من طرفدار اعدام هستم، منزویتر و منزویتر بشه. راست و حتی مجاهد که یه فرقه تمام عیار هست و برای خودش یه پیغمبر جدیدی درست کرده و اینا، حتی اونا هم مجبور میشن بگن با اعدام مخالفیم. و راست سلطنت طلب که اصلا همه زندگیش، همه تمام دوران حیاتش با اعدام بوده، مجبور میگه که سر مسئله اعدام یه جوری دیگه حرف بزنه. اینطوری نیست که به راحتی بگن اعدام میکنیم، اعدام درسته، اعدام نمیدونم انتقام از کسی که به اصطلاح کشته شده باید طرف مقابل چشم در مقابل چشم. از این حرفا دیگه نمیتونم بزنم، برای اینکه ما و خصوصا اینو میتونم به صراحت بگم، حزب کمونیست کارگری با قدرت تمام مسئله
لغو مجازات اعدام رو برده تو دل جامعه، تو دل جنبش های اعتراضی، و از شما فعالین جنبش های اعتراضی میخوام، از شما کارگرای پیشرو، از شما معلمین، از شما روز خاصی رو علیه اعدام بذارید، علیه اعدام، و بگید اعدام قتل عمد دولتیه و یک توحشه و اینو ما قبول نداریم. دوستان عزیز، وقت برنامه ما اینجا تموم شده. امیدوارم برنامه های بیشتری رو سر مسئله اعدام داشته باشیم و شما عزیزان بتونید به هر حال بتونید در برنامه شرکت کنید و از راه های مختلفی که ما اینجا گذاشتیم بتونید این برنامه رو پربارتر کنید و ما جنبش علیه اعدام رو، جنبش علیه نابرابری در جامعه رو، جنبش علیه فساد رو بتونیم با هم و خیلی بهتر و با قدرت تمام پیش ببریم. براتون شب بسیار خوبی رو آرزو دارم.